قرمتیان بحرین یک حکومتی بودند که بین سالهای 286 هجری قمری تا 470 هجری قمری یا به عبارتی بین سالهای 899 تا 1078 میلادی بر بحرین حکومت کردند. درباره باره قرمتیان قبلا و در ویدیوی اسماعیلیان گفتیم ولی به نظر نیازه که اینجا هم یک مرور کلی داشته باشیم اسماعیلیان فرقه ای از مذهب شیعه هستند که اعتقاد دارن امامت بعد از امام جعفر صادق به پسر اون اسماعیل و بعد هم به فرزند اسماعیل یعنی محمد رسیده اما سالها بعد دوباره اختلاف در مسئله امامت یعنی جانشینی امامت پیش میاد تا اینکه انشعاب های دیگه ای بین اسماعیلیان به وجود اومد که یکی از این شاخه ها قرمتیان بود یعنی قرمتیان اعتقاد داشتن که هفتمین امام محمد ابن اسماعیل که غیبت کرده و تا زمان ظهورش به صورت مهدی موعود در دوران غیبت باقی میمونه در این دوران غیبت که بعد از محمد ابن اسماعیل رخ داد اسماعیلیان دعوت خودشون رو به نام امام مهدی که همون محمد ابن اسماعیل بود انجام میدادن و با همین اصل دایانی رو به سر تا سر قلم روی عباسیان فرستادن بیشتر اسماعیلیان همین تفکر رو داشتن تا اینکه عبیدالله مهدی پایگزار امپراتوری فاطمیان ادعای امامت میکنه و میگه هم من و هم اون دایان و رهبران اصلی اسماعیلیه در چند دهه اخیر امام هستیم و ما از نوادگان محمد ابن اسماعیلی طبیعیه که بعضی از دایان که سالها داشتن با یک نیت و هدف دیگه تبلیغ میکردن در مقابل این دیدگاه جدید مقاومت کنن تقریبا 80 -90 سال بود که همه دایان بزرگ داشتن میگفتند که امام مهدی همون محمد ابن اسماعیله که ظهور میکنه و حالا یک دفعی باید نظرشون رو تغییر میدادن و میگفتن امام مهدی نداریم و عبید الله مهدی میشه امام ما بعضی از دائیان این کار رو کردن و یه عده دیگه مثل همدان ابن اشعس یا همدان قرمته با این کار مخالفت کردن همدان در کوفه و در جنوب عراق مشغول به دعوت بود و عبید مهدی رهبر مرکزی اسماعیلیان هم در سلمیه سوریه ساکن بود بعد از ادعای امامت عبید مهدی همدان قرمت رابطه خودش با مرکز رو قطع کرد چون این ادعای امامت رو مخالف با اصول اولیه اسماعیلیان میدونست و به خاطر همین این مسئله رو قبول نکرد و از همین تاریخ به بعد یعنی سال 286 هجری قمری به بعد اسماعیلیان تبدیل به دو شاخه قرمتیان و فاطمیان شدند که از لحاظ سیاسی هم گاهی در مقابل هم قرار میگرفتن بعد از این حوادث همدان قرمته در کوفه مرکزی به نام دارالحجره برای تربیت پیروانش ایجاد میکنه که همه اونجا جمع بشن یکی از این افراد و دایان دا پیرو و همدان شخصی بود به اسم ابو سعید جنابی همدان ابو سعید رو برای امر دعوت به بحرین میفرسته ابو سعید در مدت کوتاهی موفق میشه افراد زیادی رو در بحرین جمع کنه و با افراد بسیار وفاداری که داشت تونست تمام شهرهای ناحیه بحرین رو تصرف و از نفوذ عباسیان خارج کنه. با این کار قدرت و نفوذ عباسیان در منطقه بحرین از بین رفت و حکومت قرمتیان در بحرین در دل حکومت عباسیان ابراز وجود کرد و بیش از 150 سال هم دوام آورد. در واقع عباسیان قرمتیان رو دولتی در درون دولت خودشون میدونستن که یا باید حذف و یا مجبور به تسلیم بشن. و از طرف دیگه هم قرمتیان این ایدولوژی عباسیان رو اصلا قبول نداشتند و اساسا با هدف مبارزه با عباسیان شکل گرفته بودن پس طبیعی بود که این دوتا رابطه خسمانی رو هم تجربه کنند و همیشه در جنگ و درگیری باشن پس در تمام سالهایی که قرمتیان بهرین قدرت داشتن بارها با بنی عباس و بقیه مسلمان ها درگیری ها و زد و خورت رو داشتند. ابو سعید بعد از تصرف شهرهای زیادی از بحرین و جنگهایی که با عباسیان داشت در سال 301 قمری توسط یکی از خدمه خودش به قتل رسید بعد از ابو سعید هم پسر بزرگش به نام ابوالقاسم به جای اون نشست و چون فردی آروم بود با خلیفه مذاکره کرد و چندین سال بدون جنگ و خونریزی و تعرض به بقیه شهرها گذشت این صلح تقریبا ده سال طول کشید تا اینکه در سال 311 هجری ابو تاهر سلیمان برادر کوچکتر ابوالقاسم اونو برکنار میکنه و خودش میشه حاکم قرمتیان بهره این ابو تاهر خیلی آدم خاصی بود و کارهای عجیبی هم میکرد در واقع همه این حوادث رو گفتیم تا برسیم به همین دوره ابو تاهر 16 ساله ابو تاهر همون سالی که قدرت گرفت به بسره حمله کرد و مردم زیادی رو به قتل رسوند افراد اون 17 روز در شهر موندن و بعد هرچی تونستن از اموال و زنان و کودکان شهر رو با خودشون به غنیمت بردن بعد در محرم سال 312 در بین راه مکه و کوفه به هاجیانی که از مکه برمیگشتن حمله میکنه و اونها رو هم غارت میکنه بعد به کوفه حمله میکنه و این شهر رو هم غارت میکنه بعد هم در سال 314 شهر احسا تبدیل به مرکز حکومت قرمتیان میشه و بعد از مدت کوتاهی ابو تاهر نواهی اطراف مثل یمامه و عمان رو هم فت و قلمرو خودش رو وسیع تر از قبل میکنه. این اقدامات و جنگ ها و ناامنی هایی که قرمتیان برای بقیه مسلمان ها درست میکنن باعث نارضایتی و شورش هایی علیه بنی عباس هم میشه. پس خلیفه عباسی در سال 315 سپاه بزرگی رو به جنگ با ابو تاهر میفرسته که این سپاه هم شکست میخوره و قرمتیان با تصرف شهر انبار تا دروازه های بغداد هم پیش میرن بعد از این شکست شرایط برای مقتدر خلیفه عباسی بدتر هم میشه مردم و سرداران عقیده داشتن خلیفه باید عوض بشه و به خاطر همین در سال 317 قمری بعضی از سرداران علیه خلیفه شورش میکنن و در نهایت خلیفه رو خلعش میکنن یعنی وضع حکومت در بغداد هم آشفته بود و قرمتیان در تمام این مدت همچنان به کاروانهای حج حمله میکردن تا اینکه ابو تاهر تصمیم میگیره کار بزرگتری انجام بده اون در هشتم زل به مکه حمله میکنه ابو تاهر هشت روز در مکه مشغول به قارت بود و بعد از هشت روز به بحرین برمیگرده اما موقع برگشت سنگ حجر و که برای مسلمانان مقدسه رو از کعبه جدا میکنه و با خودش به احسا میبره و پارچه و پوشش روی کعبه رو هم برمیداره به عبارتی کعبه رو از پوششی که داشت لخت میکنه قرمتیان میگفتن مگه میشه خدای آسمون ها در زمین خونه داشته باشه یا میگفتن که اگه شما رو خدایی بود شما رو از زخم های ما ایمن میکرد تصور کنید این حرفها و اعمال از کسانی سر میزد که خودشون رو مسلمون میدونستن و همکیشان اونها هم دائیه خلافت بر تمام مسلمین رو در سر داشتن در واقع با از بین بردن حرمت کعبه ضربه ای رو هم به مسلمون ها و همچنین به خود قرمتیان زدن. این کار که ابو تاهر کرد یعنی حمله به کعبه و کندن حجرالاسود باعث شد تا عبیدالله مهدی یعنی خلیفه فاطمیان هم به ابو تاهر نامه بنویسه و ازش انتقاد تندی بکنه و از اون بخواد که حجرالاسود رو برگردون مکه اما ابو تاهر توجهی نمیکنه و قرمتیان تا 20 الا 25 سال دیگه هم حجرالاسود رو نگه میدارن. ولی به جز این ابو تاهر کارهای عجیب دیگه ای هم انجام میده. در در سال 319 قمری جوونی اصفهانی به نام زکریا رو پیدا میکنه و اونو به عنوان مهدی موعود معرفی و حکومتش رو به اون واگذار میکنه زکریا یا همون مهدی معود ادعای نسب به پادشاهان ایران باستان رو داشت و خودش هم به عقاید زرتشتی پایبند بود پس به پیامبران لعن و نفرین میفرسته کتابهای مذهبی رو میسوزونه و دستور میده تا آتش رو گرامی بدارن اما اینها چیزایی نبودند که قرمتیان از اومدن مهدی موعود انتظار داشتند به جز این زکریا بعد از مدتی دستور به قتل بعضی از بزرگان قرمتیان رو میده که ابو طاهر هم که وز رو اینجوری میبینه از ترس جونش زکریا رو دروغگو میخونه و اونو به قتل میرسونه یعنی اومد یکی رو به عنوان مهدی موعود معرفی کرد و حکومتش رو به اون شخص واگذار کرد و در نهایت بعد از یه مدت هم اونو کشت در مجموع تمام این اتفاقات بیشتر از 80 روز نشد اما نتیجه این مهدی دروغین تاثیر زیادی بر پیروان قرمتیان بحرین گذاشت خیلی از قرامت بحرین رو ترک کردن و حتی در ارتشای بنی عباس و آل بویه هم با قرمتیان بحرین جنگیدن یعنی دوره ابو تاهر هرچی اتفاق و عجایب پس رو در خودش جا داده مثل یه مسابقه فوتبال که همه چیز داره هم گل داره هم کارت زرد و قرمز و, و هم گل به خودی و تیرک واسه هم عجیبی که چرا درباره دوری اینقدر عجیب تا به حال چیزی نشنیده بودم و نمیدونستم همه درباره حمله به کعبه و بعد داستان پرندگان ابابیل رو شنیده بودیم اما نمیدونم چرا چیزی از حمله قرمتیان به کعبه و حتی شکستن سنگ حجران اسود چیزی نمیدونستیم البته خودمو میگم که نمیدونستم بگذاریم خلاصه بعد از این واقعه قرمتیان عراق هم که هنوز به قیبت محمد ابن اسماعیل اعتقاد داشتن رابطهشون با ابو طاهر رو قطع کردند و در نتیجه این حوادث اعتقادات قرمتیان سستر و یه جورایی متعادل تر شد حتی حملات ابو طاهر به بقیه شهرها هم بسیار کمتر شد و حمله به حجات هم گرچه قطع نشد اما نسبت به قبل خیلی کمتر شده بود در واقع رسوایی ظهور مهدی باعث پایان یافتن حملات و فعالیت های تندروانه اونها شد و هرچه زمان جلوتر میرفت فعالیت های تند و انقلابی قرمتیان کمتر میشد پس از سال 325 قمری توافقی بین خلیفه و ابو تاهر رخ میده که بر اساس اون خلیفه سالانه 50 هزار دینار که نمیدونم معادل چقدر امروز میشه رو برای ابو تاهر میفرسته و در عوض ابو تاهر هم دیگه با کاروان حاجیان کاری نداشته باشه و از این دوران به بعد دیگه جنگ مهم و بزرگی بین عباسیان و قرمتیان بهرین رخ نمیده ابو تاهر در سال 332 از دنیا میره و با مرگ اون دوره زوال قرمتیان بحرین شروع میشه یعنی دوره ابو تاهر دوره اوج قدرت قرمتیان بود اما با این حال قرمتیان تا سال 470 قمری دووم میارن و بعد از اون دیگه کاملا منقرض میشه اما نکته جالب در مورد قرمچیان بهرین اینه که اونا علاوه بر عقایدی که بقیه اسماعیلیان داشتن یه سری رفتار و عقاید متفاوت دیگه هم داشتن که جالبترین اونها برای من این بود که یک نوع حکومت و یک نوع مالکیت اشتراکی بین اونها برقرار بود در واقع ناصر خسرو قبادیانی که خودش از بزرگان و دایان اسماعیلی بود در سال 443 هجری قمری یعنی تقریبا بیش از 110 سال بعد از مرگ ابو از شهر احسا دیدن میکنه و خیلی خوب شرایط این شهر رو توصیفش میکنه ناصر خسرو که به سفرنامش معروفه و تا پیش از این مناطق زیادی رو هم دیده بوده مالکیت اشتراکی در بین اسماعیلیان در بخش اقتصاد و مشارکت و مشورت های بزرگان اونا در بخش سیاست باعث شده بود تا بتونن از درون نظام مستحکمی رو پایریزی کنن قرمتیان بحرین که بهشون ابو سعیدی هم میگن نماز نمیخوندن و روزه هم نمیگرفتن دلیل این مسئله هم این بود که ابو سعید یعنی همون بنیانگذار قرمتیان بهرین یا همون ابی سعید جنابی ازشون خواسته بود و گفته بود که دیگه نیازی نیست این مظاهر دین رو انجام بدید با اینکه کسی نماز, نماز نمیخوند ولی هر کس که به این شهر می اومد و نماز میخوند کاری باهاش نداشتن شرابخواری به شدت من میشد گوشت سگ و گربه و خر و گاو و گوسفند رو هم میخوردن و مثل گوسفند سگ ها رو هم پرورش میدادن تا گوشتشون رو بخورن اما از همه اینها جالب تر همون بحث اقتصاد اشتراکی بود یعنی مالیاتی از مردم نمی گرفتن و اگه کسی فقیر یا بدهکار میشد همه کمکش میکردن اگه غریبه به شهر میومد اومد و صنعتی بلد بود بهش سرمایه میدادن تا کارش رو راه بندازه و بعد به همون میزان که بهش کمک کردن یعنی دقیقا همون مقدار نه بیشتر از اون ازش پس می گرفتن. از این جالبتر هم این بود که اگه ملکی یا آسیابی خراب می شد و صاحب اون نمیتونست اون رو آباد کنه حاکمان غلامان خودشون رو میفرستادن تا اونجا رو دوباره آباد کنن و هیچ پولی هم از صاحب اونجا نمی گرفتن. حتی در این شهر آسیاب هایی هم متعلق به سلطان شهر بودند که برای مردم تمام قلدات رو رایگان آرد میکردن و مزد آسیابان رو سلطان پرداخت میکرد. نه مردم این توصیفات و این شرایط از شهری بود که ناصر خسرو در سال 443 هجری قمری یا 1051 میلادی از اون دیدن کرده در واقع اصول اشتراکی و مساوات خواهی در تشکیلات و سیاست های دولت قرمتیان بهرین مخصوصا در مسئله مالکیت کشت زمین های زراعی جمعوری مالیات توضیع هزینه های عمومی و انواع و اقسام کمک های دولتی به بینوایان و مستمندان برای من خیلی جالب بود به جز این اونا امور جامعه رو هم با کمک شورای تصمیم گیری میکردن. شورایی که ترکیبی از بزرگان دولتی و نمایندگان خاندانهای های بانفوز شهر بود. توجه حکومت به بهبود و رفاه قرمتیان بهرین و نظام اجتماعی خاصی که در اونجا برقرار شده بود تحسین افراد زیادی مثل ابن حوقت و بعدها ناصر خسرو رو برانگیخته بود. نمیدونم میشه این شرایط رو با دیدگاه کمونیستی مقایسه کرد یا نه؟ به هر حال چه بشه نظام اجتماعی قرمتیان رو با کمونیست ها مقایسه کرد و چه نشه به نظرم اون شرایط برای تقریبا هزار سال پیش خیلی خاص بود طبق معمول منابع هم در انتهای ویدئو هم در بخش توضیحات و هم در وبسایت دروازه تاریخ قرار دارند من حمید هستم و این کانال دروازه تاریخه تا قسمت بعد خدا نگهدار